درود بر شما و خبر ساعت 2 به وقت کابل از افغانستان انترنشنال خوش آمدید. من مسعود ملک هستم. در آغاز سرخط خبرها. زورگویی طالبان در قندهار، مردم به مسدود سازی یتیمخانه شیخ زاید اعتراض کردند. خشم مردم غور از بازرسی بدنی زنان، مردم ولسوالی پسابند علیه طالبان اعتراض کردند. 6 نفر در تیراندازی طالبان زخمی شدند. پاسخ به این تجاوزگری قطعی با رعایت اقتضاعات خواهد بود. حمله اسرائیل به جمهوری اسلامی، تهران میگوید پاسخ میدهد. رسانه های ایران هشتگ وعده صادق 3 را راه انداختند. و انتخابات پارلمانی در ازبکستان، حامیان رئیس جمهور به پای صندوق های رای می روند. منابع محلی در قندهار میگویند مسئولان ریاست معارف این گروه پرورشگاهی شیخ زاید را به مدرسه دینی تبدیل کرده و تمامی کودکان یتیم را رخصت کردند. به گفته آنها در این پرورشگاه بیش از 1500 طفل آموزش می‌دیدند که سوی کشور امارات متحده عربی تمویل می‌شد. مردم در برابر این تصمیم طالبان اعتراض کردند. معترضان میگویند که مقام های طالبان به خواست آنان توجه نکردند. به گفته آنان برخی کودکان برای یک لقمه نان به این کودکستان می آیند. د اسلامي امارت درنو محترم مشرانو، که چیرې زما غږ رسنیز کیږي یا یې څوک اوري، محترمو مشرانو، د شیخ زاید په دارالایتام کې داسې کسان شته چې زه قسم په الله کوم چې د درس دپاره نه راځي، د یو نس ډوډۍ دپاره راځي. همکارمان عبدالامیم هم از فرانسه با ما همراه شد. عبدالله وقت بخیر باشه. از این خبر توضیحات بیشترش برای ما بگو که موضوع و مسئله از چی قرار است. سلام، وقت بخیر. پس مسئله در تیر و پیشت و راپده پا کلی چی کلی رو خلاص وی و داغ از دکون که خوشتله چی راسی رو زنتون تا یو ایلامی اخبر است و ایلو چی دوی لیوی میشتی لپار نور هم رخصت دی. ورست معلومه چې طالبانو پلان درلود همدغه روزنتون په مدرسه باندې تبدیل کړي. ځینې منابع داسې وایي چې دغه روزنتون چې و دا په مستقل ډول باندې د دوی ټول چارې مخته وړل کېدلې، ځکه د عربي متحده اماراتو د لخوا څخه دا تمویلېدل او دوی ته مالي کومک ورکول کېدی. خو په تیر وخت کې هم د پوهنې د ریاست تر نظارت لاندې و. اوس طالبانو غوښتنه کړې وه چې بیا به په دغه روزنتون کې د دوی کسان باید استخدام سي، د ښوونکو په حیث یا د نورو دانو په هیڅ باندې، او یا هم دوی غواړي چې دا مستقیم باید د پوهنې ریاست تر امر لاندې یا د هغوی تر چتر لاندې باید فعالیت وکړي. په همدغه مسله باندې د دوی ترمنځ اختلاف رامنځته سوی دی. اوس طالبانو غوښتي دي چې دا په مستقیم دا مدرسه روزنتون یې بند کړی دی، او هلته مدرسه په نوم باندې او خلکو ته ویلي دي هغوی چې د دیني زده کړو لپاره خپل ماشومان استوي نو مدرسه دی واستوی نور په دغه روزنتون کې عصري زده کړې ماشومان نه ورکول کی. درست، ولی علت بستن ای یتیمخانه چی بوده؟ چی گفتن طالبا؟ و در طرف دیگر آنچه که در خبرها آمده بود دولت امارات
قبلا یتیم خانه را به نحو حمایت میکرده و پولش را میپرداخته. آیا امارات هم واکنش داشته به این تصمیم طالبا یا خیر؟ لکه مخکې چې مې وویله چې همدغه روزنتون په مستقل و، یعنی په آزاد ډول باندې دوی د کوم چا تر اثر لاندې نه و خپل فعالیتونه یې اجرا کول، ځکه ماپورټ یې د اماراتو لخوا سخور کول کېدی. طالبانو مداخله کړې وه، ویلي وو چې دا باید د پوهنې ریاست تر چتر لاندې راسي او د دوی کارمندان باید په همدغه روزنتون کې استخدام سي، چې د اماراتو لخوا څخه د هغوی دا غوښتنه رد شوې وه او بیا طالبانو په زور باندې د دغه یتیمو او بېوزلو ماشومانو د کورنۍ غړي راغوښتي وه، د هغوی سرپرستان یې راغوښتي وه او هغوی ته یې ویلي وو چې نور همدا روزنتون نه دی او دلته مدرسه فعالیت کوي او هغه ماشومان چې دیني زده کړې کوي په همدې روزنتون کې به پاتې کېږي، چې اوس مدرسه سوې ده او که دیني زده کړې نه کوي نور دلته عصري زده کړې نه ورکول کېږي. دې ماشومانو ته خوراکي توکي ورکول کېدلې، د دوی کورنۍ سپورټ کېدلې، د دوی کورنۍ ته خوراکي توکي ورکول کېدلې او داسې ماشومان وه چې د هغوی پلرونه په تیر حکومت کې وژل شوي وه او بیا هم ډېر بېوزله ماشومان وه چې دا د څو کلونو راهیسې په کندهار کې همدغه روزنتون فعالیت درلود، خو تېره ورځ د بېوزلو ماشومانو د کورنیو د سرپرستانو او د طالبانو ترمنځ چې هغوی کومه غونډه نیولې وه هغه بې پایلې پای ته رسېدلې وه او دوی کوم توافق ته نه و رسېدلي. عبدالحمیم، سپاسگزار هستم که آخرین جزئیات را با ما در میان گذاشتی. در طرف دیگر، بازرسی بدنی زنان در ولسوالی پسابند ولایت غور خشم مردم این ولسوالی را علیه طالبان برانگیخته است. منابع محلی به افغانستان انترنشنال میگویند که طالبان هنگام بازرسی خانه به خانه در روستای سینی زنان را آزار اذیت کردند. گفته می شود طالبان برای خاموش کردن اعتراضات مردمی از خشونت کار گرفتند و دست کم 6 تن در تیراندازی افراد این گروه زخمی شدند. امریکایی روسی خدای پاک هغه اندازه نه خود ما کس کرده بود، داش بده سرکنده بلوم طالب بلوم طالب طالب و داش مردم رو به هم میداده دیگه کبی نی برده داش الله اکبر الله اکبر داش و برای جزئیات بیشتر این موضوع همکارمان نرگس سرخشم از استانبول با ما همراه شدن. نرگس وقت بخیر باشه. یک بخشی از جزئیات خبر را مخاندم، ولی این ماجرا کجا شروع شده و چرا مردم غور هم دست به اعتراض علیه طالبان زدن؟ چی دریافتی؟ خب باید گفت که غور یکی از ولایت‌های افغانستان است که همواره رویدادهای خشونت‌آمیز در برابر زنان در آن رخ می‌دهد و دلیل اصلی آن هم به نظر می‌رسد دوردست بودن این ولایت است که از انظار عمومی در سال‌های گذشته به شدت دور مانده و در زمان جمهوریت هم اغلب روستاها از سوی طالبان مدیریت می شدن یا حضور داشتن حداقل طالبان در آن زمان و گزارش های متعددی هم از خشونت و سنگسار زنان وجود داشته. حالا که کنترل به دست طالبان هست، این خشونت ها و آزار و اذیت ها به نظر می رسه که بیشتر از هر زمان دیگر زیاد شده، هرچند در مورد این که اصولا این بازرسی ها چرا آغاز شدن و چگونه اتفاق افتادن و به چی دلیل مشخص نیست تا کنون، اما منابع و تصاویری که از این ولسوالی به دست ما رسیده نشان میده که مردم به شدت خشمگین هستن از آنچه بازرسی های بدنی زنان عنوان میشه، بازرسی هایی که به نظر میرسه از سوی نیروهای مرد طالبان اتفاق افتاده و زنان در این بازرسی های بدنی آزار و شدن، چیزی که با خشم مردم روبرو شده و نشان میده که مردم به خیابان ریختن و در اعتراض به این اقدام طالبان صدای خودشان را بلند کردن، چیزی که با واکنش طالبان روبرو شده و 6 نفر در پی تیراندازی طالبان مسلح زخمی شدند. در تصاویری هم که به دست افغانستان اینترنشنال رسیدن نشان میده که یک فردی که زخمی هست در میان معترضان حضور داره و افرادی هم اینطوری میگن که در زمان روسها و حتی حضور آمریکا در افغانستان چنین ظلمی که طالبان در حال حاضر در برابر مردم انجام میتن را مشاهده نکرده بودند، اما در میان آنها برخی از حالا
هرچند مشخص نیست که دقیقاً اعضای طالبان است یا طرفدار آنها، که وضعیت را به گونه دیگر جلوه میده و مسئولیت را به گردن داعش میاندازه. این رویدادی هست که نه تنها در غور بلکه در بسیاری از ولایت‌های افغانستان از جمله در بدخشان، تخار هم اتفاق افتاده و با خشم مردم روبرو شده بود. درست. خب ولی از واکنش طالبان گفتی که در مو مرحله اول یک نحو دست به تیر اندازی زدند، اما مسئولان طالبان در این ولایت و این گونه سایر مسئولان دیگه طالبان در رابطه به رویداد واکنش داشتن یا نه؟ طالبان خاموشی اختیار کردند تا کنون در برابر این رویداد و هیچ مقام رسمی طالبان در مورد اینکه اصلا چگونه این اتفاق افتاده توضیح نداده، و همونطوری که پیشتر هم گفتم به دلیل اینکه این ولایت بسیار در دوردست قرار داره، نه طالبان توضیح به رسانه ها میدن و نه امکان اینکه مردم دسترسی داشته باشند به رسانه های آزاد در افغانستان وجود داره. اما روی هم رفته، آنچه که مشخص است این است که رفتار های که به باور مردم به احترامی است، هم به مردم عموما و به ویژه به زنان در بسیاری از ولایت های افغانستان رخ می ده، و این باعث شده که خشم مردم بیشتر و بیشتر شده و واکنش آنها ریختن به خیابان ها و اعتراض در برابر طالبان است که همواره باز با خشونت طالبان مواجه میشن. نرگس ورخ، سپاسگزارستم، وقت بخیر. در خبر دیگر، وزیر امر به معروف طالبان بار دیگر صدای زنان را عورت دانسته و بر لزوم محدود ماندن و ممنوعیت آن تاکید کرده است. قانون امر به معروف طالبان که در آن صدای زن عورت خوانده شده، محکومیت گسترده ملی و بین المللی را به دنبال داشته است. با این حال خالد حنفی میگوید یک زن بالغ حتی اجازه گفتن تکبیر و آذان را ندارد، چی رسد به اینکه ترانه بخواند. قدرمندو تاسو ته معلومی گی څوک وایي چې د زنانو اواز هغه قانون چې تاسو را واخلی او موږ درکو هلته داسې قوس ده، په دې قوس کې دا لیکلی شوی د زنانه قیرت په زوره جهري قیرت ترانه سندرې نشي ویلی. ختم. نو چې کله یو زنانه بالغه موس کوي، مخې ته یو بل خور بالغه تیریږي، الحمدلله او سبحانالله ته اجازه نشته، دا ښي لاس براوالي په چپ لاس به ټپوي، نو سندرې ته څنګه اجازه ورکوي؟ تکبیراتو ته پاره اجازه نه لري، اذان ته اجازه نه لري، څنګه سندرو ته اجازه ورکوي؟ قدرمندو، دغه هغه قانون دی، دا به تدریجا به تطبیق کیږي انشاءالله، او رفته په رفته به موږ به الله به کامیابۍ زموږ د عقیده ده. و حالا هم نگاه بیندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. حضور دختر خردسال حامد کرزی در دیدار با عبدالله عبدالله توجه مردم و کاربران شبکه های اجتماعی را جلب کرده است. در تصاویری که عبدالله عبدالله از این دیدار منتشر کرده، دیده می شود که درخانه ای داد صدر مجلس مردان و رهبران پیشین نشسته است. شمار این اقدام را نمادین و تر اعتراض به محدودیت های طالبان بر دختران خواندند. جبهه مقاومت ملی مسئولیت حمله به خانه رئیس استخبارات طالبان در قندوز را به عهده گرفت. در خبرنامه آمده که در این حمله دست کم دو محافظ رئیس استخبارات طالبان زخمی شدند. منابع محلی شام جمعه از شنیدن صدای تیراندازی در این منطقه خبر داده بودند. جبهه مقاومت میگوید که در این حمله هیچ آسیب به نیروهای این جبهه نرسیده است. اداره احصائیه و معلومات طالبان میگوید که در یک ماه گذشته نزدیک به 145,000 شناسنامه برقی صادر کرده است. خبرگزاری باختر تحت اداره این گروه نوشته که این شناسنامه ها توسط 78 مرکز در سراسر افغانستان صادر شده است. طالبان سال گذشته اعلام کردند که زمان روی کار آمدن این گروه به بیش از 6 میلیون نفر تذکره الکترونیکی توزیع شده. شمار از بازنشستگان روز شنبه در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق 3 سالگیشان توسط طالبان خیابان منتهی به وزارت مالیه در کابل را بستند. هبت الله خونزاده رهبر طالبان نظام بازنشستگی در افغانستان را منحل و حقوق متقاعدان را قطع کرده است. منابع میگویند در جریان این اعتراضات یکی از بازنشستگان بازداشت شده است. متقاعدین جلب شد، سرک وزارت مالیه را به خاطر جلب شد، راه سرک را پند کرد. وزارت مالیه را و حالا هم نگاه دوباره به سرخط خبرها.
زورگویی طالبان در قندهار، مردم به مسدودسازی یتیمخانه شیخ زاید اعتراض کردند. خشم مردم غور از بازرسی بدنی زنان، مردم ولسوالی پسابند علیه طالبان اعتراض کردند. 6 نفر در تیراندازی طالبان زخمی شدند. و در ادامه این برنامه خبری، در گذر به پرتغال گزارش خواهیم دید از تلاش‌ها برای احیای شراب قدیمی و محبوب این کشور. دو پژوهشگر امنیتی آمریکا میگویند در حمله هوایی اسرائیل به ایران منطقه نظامی پارچین و سایت تولید موشک خجیر هدف قرار گرفته است. آنان با استناد به تصاویر ماهواره‌ای به رویترز گفتند که حمله های اسرائیل توان تولید انبوه موشکی ایران را به طرز چشمگیر مختل کرده. گفته می شود در حمله به سایت خجیر دو محل ترکیب سوخت جامد موشک های بالستیک هم منهدم شده است. همکارمان اشکان صفایی هم از اورشلیم با ما همراه شد. اشکان، از جزئیات آسیب‌های حمله اسرائیل در ایران به ما و بیننده‌ها بیشتر بگو. خب جزئیات کم کم داره در رسانه‌های مختلف منتشر میشه، هرچند که نه جمهوری اسلامی و نه اسرائیل هیچ کدام به صورت رسمی در این زمینه اظهار نظری نکردن. آنچه ما میدونیم بر اساس گزارش‌هایی که منتشر شده، حالا چه نیویورک تایمز و چه وال استریت جورنال، این هست که در همون موج اول حملات که سیستم دفاع هوایی جمهوری اسلامی هدف قرار گرفته، تمامی سامانه‌های S-300 جمهوری اسلامی که پیشرفته ترین سامانه دفاع هوایی ایران هستند از بین رفتند به طور کامل، و در امواج بعدی از جمله در خجیر و در پارچین در تهران، جایی که در واقع تصاویر ماهواره‌ای رو در اون بررسی کردند، کارشناسان گفتند که چندین ساختمان در اونجاها هدف قرار گرفتند که در واقع سوخت جامد رو برای موشک‌های جمهوری اسلامی تهیه می‌کردند. خسارتی که به این کارشناسانی که با رویترز در واقع صحبت کردند گفتند که بسیار سنگین هست و جمهوری اسلامی به این راحتی نخواهد توانست اونها رو جبران کنه، رو گفتند که جمهوری اسلامی این دستگاه‌های ترکیب سوخت جامد رو با هزینه بالا و تلاش بسیار زیاد در سالهای گذشته وارد ایران کرده بود، الان بخش عمده ای از این دستگاه ها به طور کامل از بین رفتن و جمهوری اسلامی بسیار براش دشوار خواهد بود که بتونه دوباره این دستگاه ها رو در واقع جایگزین بکنه. همزمان باید گفت دیوید آلبرایت که کارشناس پیشینه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هست، گفته که بخشی از ساختمان‌هایی که در پارچین هم هدف قرار گرفتن پیشتر در دوا ساختمان‌هایی بودند که مرتبط بودند با پروژه آماد جمهوری اسلامی که پروژه‌ای بود برای تولید سلاح اتمی. درست. ولی در طرف دیگر مقامات جمهوری اسلامی اشکان در حال تهدید اسرائیل هستند. واکنش‌ها در اسرائیل هم به این مسئله و به این تهدیدها چگونه و چطور بوده؟ واکنشی که اسرائیل داشتند، حالا چه مقاماتی که در واقع ازشون بدون اینکه اسمشون بره نقل قول شده در رسانه ها، چه اونهایی که آشکارا صحبت کردند، این بوده که اگر جمهوری اسلامی اقدامی انجام بده این بار حملات شدیدتر خواهد بود. کانال 11 تلویزیون اسرائیل گفته که مقامات اسرائیلی به همتایان آمریکایی خودشون گفتند که اگر در واقع جمهوری اسلامی دوباره دست به حمله بزنه، حمله هم شدیدتر خواهد بود، حمله اسرائیل، واکنش اسرائیل، و همین که شامل فهرستی از اهداف خواهد بود که دور قبل بهشون حمله نشده. دنی دانون نماینده اسرائیل در سازمان ملل هم هشدار مشابهی داده و گفته که جمهوری اسلامی دیگه نمیتونه پشت گروه‌های نیابتی خودش پنهان بشه و گفته تا وقتی که جمهوری اسلامی میخواد به اسرائیل آسیب بزنه حملات ما هم ادامه خواهد داشت. و نهایتاً وبسایت خبری واینت به نقل از یک ژنرال ارتش اسرائیل گفته که بعد از اینکه جمهوری اسلامی در واقع در حمله دیروز سامانه‌های دفاع هوایش از کار افتاد، الان اوریان شده و در واقع یک ریسک بالایی میکنه اگر بخواد دوباره دست به اقدامی علیه اسرائیل بزنه. اشکان سپاسگزارم، وقت بخیر.
خبر فوری هم داریم. در نتیجه حمله با کامیون در اسرائیل دست کم 24 نفر زخمی شدند. رسانه‌های اسرائیل گزارش داده که این حمله در نزدیکی یکی از پایگاه‌های نیروهای نظامی این کشور صورت گرفته و راننده بر اثر شلیک نیروهای امنیتی کشته شده است. و این تصاویر هم به گونه زنده به نشر میرسه و همچنان جزئیات بیشتر این خبر هم در بخش‌های بعدی خبر تکمیل خواهد شد. بینندگیمان بمانید. در ایران، علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در نخستین واکنش به حمله اسرائیل گفت که تشخیص نحوه پاسخدهی به حملات اسرائیل در صلاحیت مسئولان جمهوری اسلامی است. در این حال، رسانه‌های نزدیک به سپاه و هواداران علی خامنه ای هشتگ وعده صادق 3 را بر راه انداختند. وعده صادق نام حملات موشکی جمهوری اسلامی به اسرائیل است که تاکنون دو بار انجام شده. کیفیت کار را مسئولین ما باید تشخیص بدن و درست بفهمند. و اون چی که صلاح این کشور و این ملت هست اون رو انجام بدن. باید بدانن ملت ایران کیست، جوانان ایران چگونن. این فکر، این انگیزه، این رشادت، این آمادگی که امروز در ملت ایران وجود داره خود این امنیت سازه. این رو باید حفظ. در همین حال محمد باقر قالیباف رئیس مجلس نمایندگان ایران گفته که پاسخ جمهوری اسلامی به حمله اسرائیل قطعی است. او پس از نشست غیرعلنی دیروز مجلس تاکید کرد جمهوری اسلامی حق دفاع از خود را دارد. گرچه اقدام نظامی رژیم صهیونیستی علیه ایران از روی انفعال بود و به شکست دیگر برای این رژیم تبدیل شد، اما جمهوری اسلامی ایران در چارچوب حق ذاتی دفاع مشروع و ماده 51 منشور ملل متحد خود را محق به دفاع از خود می‌داند و پاسخ به این تجاوزگری قطعی با رعایت اقتضائات خواهد بود. اما علی شیرازی همکارمان اینجا در استودیو با من است تا آخرین جزئیات این خبرها را با ما و بحث بیشتر بگیرن. علی وقت بخیر باشه. امروز شاهد واکنش مقام‌های جمهوری اسلامی بودیم. از این واکنش‌ها برای ما بیشتر بگو. یک بخش سخنان علی خامنه‌ای رو شنیدیم، ولی بیشتر چطور و چگونه گذشت امروز؟ خب به نظر میرسه بعد از اینکه در روز اول بعد از حمله مقام‌های جمهوری اسلامی تقریبا همه سکوت کرده بودن و در بخش‌هایی مثل صدا و سیما سعی می‌کردن که این حملات رو کوچک و بی‌ارزش نشون بدن، 48 ساعت بعد مقام‌های جمهوری اسلامی به عمق فاجعه پی بردن و حالا یک به یک به صحنه میان و از پاسخ دادن به حملات اسرائیل میگن و این نشون میده که حمله اسرائیل مؤثر بوده، به خصوص در هدف قرار دادن سیستم پدافندی جمهوری اسلامی و همچنین کارخونجاتی که ساخت موشک و سوخت جامد موشک رو در واقع تهیه میکردن. این حملات به قدری سنگین بوده که علی خامنه امروز در صحبتاش از مسئولان خواست که نحوه و کیفیت پاسخگویی به حملات اسرائیل رو در واقع مشخص کنن. او تاکید کرد که این حملات نباید کوچک انگاری بشه و نه بزرگ نمایی بشه. در بخش دیگر از صحبتاش به فعالان رسانه‌ای تاخت در واقع و گفت برخی تحلیل‌هایی رو در فضای مجازی منتشر می‌کنن که این تحلیل‌ها باعث میشه که امنیت روانی جامعه به هم بریزه در مورد حمله اسرائیل و باید با اینها برخورد بشه. از اون طرف روزنامه کیهان که مدیر مسئولش رو علی خامنه‌ای تعیین می‌کنه خواستار حمله رعداسا به جمهوری اسلامی شده. صحبت‌های قالیباف رو تو پخش کردی، او هم از پاسخ جمهوری اسلامی به اسرائیل گفته، اما هیچ کدوم حمله نظامی یا حمله موشکی رو در واقع مطرح نکردن، فقط از پاسخگویی گفت. چنانچه عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفته که این موضوع، یعنی خواستار تشکیل جلسه فوری شورای امنیت سازمان ملل شده و گفته که از این طریق موضوع رو جمهوری اسلامی پیگیری می‌کنه. درست، ولی اگر همه رو در نظر بگیریم علی به چی نتیجه میشه برسیم؟ یا دقل تحلیل ها بیانگر چی است؟ آیا شاهد یک حمله دیگه از جانب جمهوری اسلامی بر اسرائیل خواهد بودیم؟ آیا این واکنش ها به معنی حمله دوباره میتونه باشه یا خیر؟ ببین بعد از اینکه اسرائیل ساختمان کنسولگری ایران در سوریه رو هدف قرار داد، سطح درگیری دو طرف و تنش بین دو طرف بالا رفت.
قبلا اسرائیل حملاتی رو در داخل خاک ایران انجام میداد، ولی حملاتی بود که هیچ وقت مسئولیت اون رو به عهده نمیگیره، مثل انفجار برخی سایت‌های موشکی یا خرابکاری در سایت‌های هسته‌ای، اینها رو انجام میداد ولی هیچ وقت مسئولیت اون رو به عهده نمیگیره. اما بعد از اینکه ساختمان کنسولگری در سوریه را زد و سطح تنش بالا رفت، بلافاصله بعد از اون هدف قرار گرفتن اسماعیل هنیه در تهران و بعد کشته شدن حسن نصرالله، همه اینها باعث شد که جمهوری اسلامی حملات مستقیمی را از خاک خودش به خاک اسرائیل داشته باشه و در 48 ساعت گذشته اسرائیل حملاتی را از خاک خودش به خاک جمهوری اسلامی داشت. در واقع اون خط قرمز حمله به خاک یکدیگر شکسته شده و از بین رفته و همین موضوع میتونه باعث بشه که بار دیگر حتی شاهد درگیری‌های موشکی بین دو طرف باشیم. یعنی اگر جمهوری اسلامی به این حمله اسرائیل پاسخ بده، قطعاً و حتماً با توجه به اینکه اسرائیل در این حمله رادارها و سامانه پدافند هوایی جمهوری اسلامی را به این برده، اونها هم واکنش نشون خواهند داد و طرفین وارد جنگی میشن که در نهایت معلوم نیست که این جنگ عاقبتش چه خواهد شد. علی شیرازی هم کار من سپاسگزارم که در استودیو با من بودی، خسته نباشی. ارتش اسرائیل گفته در روزهای گذشته یکی دیگر از مراکز استراتژیک زیرزمینی حزب الله را شناسایی و منهدم کرده است. به گفته یک سخنگوی ارتش اسرائیل، حزب الله در این مرکز 400 تن مواد منفجره نگهداری می کرده است. بابک ساقی شب پیش از انهدام این تونل همراه با سربازان اسرائیل وارد خاک لبنان شده و از داخل این تونل گزارش دارد. برای دومین بار در عرض یک هفته ارتش اسرائیل بار دیگر خبرنگاران خارجی و داخلی را وارد خاک لبنان می کند. اما این بار برای دور ماندن از چشم تکتیراندازان حزب الله ورود ما در شب انجام می شود و در تاریکی مطلق. همکنون ما بار دیگر وارد خاک لبنان می شویم و از مرز گذشتیم. همانطور که می کنید ببینید تمام دیگاه تراغاش را خبوس کردند و در تاریکی کابل در حال ملکت هستند. ما هم اکنون داخل این تونل میشیم. بسیار عمق زیادی داره، هرچی که میریم پایین هنوز ادامه داره. اینجا دیگه اجازه داشتیم که چراغ‌ها رو روشن کنیم. من در بسیاری از تونل‌ها در حزه هم بودم، اما این تونل در عمق زمین که حزب الله خوش کرده بسیار شدت‌تر هستش و سیم‌های مخابراتی و تمام آنچه را که لازم هستش در روی زمین در زیر زمین هم هست. همانطوری که میتونیم در اینجا هم ببینیم، اسلحه هایی که در اینجا هست بسیار زیاد هست، اسلحه هایی که اصولا از ایران رسیده و یا با پولی که جمهوری اسلامی داده خریداری شده و به اینجا فرستاده شده. میلیون ها دلار از پول مردم ایران را ما در اینجا در عمق 40 متری خاک لبنان میبینیم. ارتش اسرائیل به چندین شعبه سیستم بانکی حزب الله حمله و اونا رو نابود کرد. پول این سیستم بانکی از ایران میاد. پولی که از ایران میاد صرف ساخت این سیستم عظیم تونل ها شده که اینجا میبینیم. و ما میدونیم که حزب الله یه گروه نیابتی ایرانه و میبینیم که برای سالهای متمادی این پول در کجا صرف شده، برای خرید سلاح و ساخت این زیرساخت ها در جنوب لبنان. Infrastructures inside southern Lebanon. تونلی که در اینجا ما دیدیم بیش از 100 متر طول و 40 متر عمقش در زیر زمین هستش. ارتش اسرائیل میگوید که چنین تونل هایی میتواند در جاهای دیگر در مرز با اسرائیل و لبنان هنوز وجود داشته باشد. دقایقی دیگه باید از این پشت از این تونل خارج بشیم و بعد چراغ‌ها رو دوباره خاموش کنیم و در تاریکی مطلق سوار بر جیپ‌ها بشیم و از مرز دوباره به اسرائیل بازگردیم. همکنون از این تونل ما خارج میشیم و چراغ‌ها رو خاموش میکنیم.
و با روشن شدن هوا این تونل نیز مانند دیگر تونل هایی که در مرز بین اسرائیل و لبنان کشف شده منفجر می شود. بابک اسحاقی، جنوب لبنان. مردم ازبکستان امروز پایگی از صندوق‌های رای رفتند تا اعضای مجلس این کشور را انتخاب کنند. گفته می شود هیچ حزب مخالف در این انتخابات حضور ندارند و تمامی نامزدان از طرفداران رئیس جمهور کنونی ازبکستانند. همکارمان شهناز کاملزاده از دوشنبه با ما همراه شده. شهناز وقت بخیر باش، از جریان انتخابات بگو که چی گونه شده و ضرورت برگزاری این انتخابات هم چیست؟ ببینید، برای نخستین بار است که در تاریخ ازبکستان چنین یک انتخاباتی در مجلس قانونگذاری با استفاده از سیستم انتخابات آمیخته برگزار می شود و طور چند لحظه پیش ستاد انتخابات اعلان کرد که 50% مردم رای دهنده اشتراک کردند و این انتخابات برگزار شده اعلان شده است، اما نتایج نهایی آن را قرار است فردا اعلان کنند و قابل ذکر است که برای نخستین بار است که در چنین شیوه این انتخابات برگزار می شود و قابل ذکر است که این رایگیری زود هنگام است، یعنی در متن اصلی سرقانون جمهوری ازبکستان بعض تغییرات علاوه ها وارد شدند، از جمله چنین شیوه برگزاری انتخابات ها نیست و بنابر این متن جدید سرقانون را به انتخابات گذاشتند و طور مرکزی ستاد انتخابات اعلان کرد 20 میلیون نفر رای دهنده داشتند و برای شهروندان 10,000 نقطه رای دهی را بنیاد کردند که 56 تای آن بیرون از کشور بود و در مجموع حدودی پنج هیز در این انتخابات اشتراک کردند، یعنی 75 نفر از وکیلان یا نمایندگان پارلمان پایانی از 105 نفر انتخاب می شوند و 75 نفر یعنی در یک مندتی، ولی 75 نفر دیگر از روی لیست حزب ها انتخاب می شوند و گفتنی است که در مجموع 375 نامزد نامنویس شده بودند که از آن باید حدود بیش از 100 نفر انتخاب شوند و این انتخابات را 850 نظیر و بیش از 100 خبرنگاری بین المللی و داخلی نظارت می کنند و طور نظیرانی سازمان های بین المللی گفتند این انتخابات به طور شفاف برگزار می شود و هیچ قانون شکنی در آن مشاهده نشده است و گفتنی است که پس از انتخابی میرزیایف یعنی دومین رئیس جمهور ازبکستان در سال 2019 هم یک انتخابات پارلمانی برگزار شده بود، اما اون با شیوه همون قدیمیش برگزار شده بود و یکی از نکته هایی که تغییراتی که در این قانون برگزار شده بود و باعث سر و صدا شده بود بعد تغییرات در مقررات قرقلپاخستان ازبکستان بود که باعث سر و صدا شده بود. شهناز سپاسگزار هستم، وقت بخیر. دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواهان در ادامه کارزارهای انتخاباتی به ایالت کلیدی مشیگان سفر کرد. در این ایالت جمعی از مسلمانان از نامزدی او حمایت کردند. ترامپ در سخنرانی میان هوادارانش بار دیگر به کاملا هریس حمله کرد. همانطوری که رئیس جمهور پیشین گفت ما جلسه ای داشتیم و تصمیم گرفتیم از رئیس جمهور ترامپ حمایت کنیم، به خاطر که او وعده صلح داده است نه جنگ. ما از دونالد ترامپ حمایت میکنیم چون او وعده کرده است که جنگ غزه و اوکراین را به پایان میرساند. خون ریزی ها در همه جهان باید توقف کند و من فکر می کنم که این آدم می تواند این کار را انجام دهد. همزمان میشل اوباما بانوی اول پیشین امریکا با حضور در کارزار انتخاباتی دموکرات ها در ایالت میشیگان در حمایت از کاملا هریس سخنرانی کرد. او از مردان رای دهنده خواست
اجازه ندهند که خشمشان از وضعیت کنونی مانع توجه به زنان شود که ممکن است با برگشت ترامپ به قدرت آسیب ببینند. احساس ترس و ناامیدی در این مرحله منطقی است. ما همه می دانیم که در این کشور کارهای زیادی برای انجام دادن داریم. اما به هر کسی که فکر می کند که به خاطر خستگی در انتخابات اشتراک نکند یا در اعتراض و ترامپ یا یک نامزد حزب سوم رای بدهد، هشدار می دهم. این خشم تنهایی اثری نخواهد داشت. اگر این انتخابات را درست برگزار نکنیم، همسر، دختر، مادر شما و ما با عنوان زنان قربانی جانبی خشم شما خواهیم شد. همزمان با انتخابات ریاست جمهوری امریکا، انتخابات مجلس نمایندگان و سنا هم برگزار می شود. قرار است تمامی کرسی های مجلس نمایندگان امریکا و یک سوم مجلس سنا بر رقابت گذاشته شود. بر اساس نظرسنجی ها احتمالا دموکرات ها در مجلس نمایندگان و جمهوری خواهان در سنا اکثریت را به دست بگیرند. جزئیات بیشتر در گزارش از همکارمان پویا هاشمی. در پنجم نوامبر رای دهندگان آمریکایی تنها سرنوشت ریاست جمهوری را تعیین نمی کند. همزمان تصمیم خواهند گرفت که کدام حزب اکثریت را در این ساختمان به خود اختصاص دهد. نمایندگان مجلس که هر دو سال انتخاب می شوند همه دوباره نیاز به کسب رای دارند، یعنی 435 کرسی بر رقابت گذاشته خواهند شد. اما اعضای سنا که هر 6 سال گزیده می شوند 34 از 100 کرسی که یک سوم مجلس را تشکیل می دهند برای گیری خواهند رفت. همکنون سکان دو مجلس امریکا این طوری است: مجلس نمایندگان در اختیار جمهوری خواهان و سنا دست دموکرات ها. اما بر اساس نظرسنجی های اخیر تغییراتی که قرار است پس از 5 نوامبر رقم بخورد تاریخ ساز خواهد شد. سروی که CNN منتشر کرده نشان می دهد قرار است مجلس نمایندگان از اختیار جمهوری خواهان بیرون شده و دست دموکرات ها بیفتد و سنا از اختیار دموکرات ها در کنترل جمهوری خواهان خواهد افتاد. من فکر می کنم با اگر آقای ترامپ رئیس جمهور شود سنا بسیار اساسی می شود، برای از اینکه چی در گذشته چی اکنون در انتخابات خود آقای ترامپ گفته که به نوعی می خواهد از صلاحیت های بیشتر از صلاحیت های اجرایی خود استفاده کنه و در او حالت اگر قرار باشه که دموکرات ها هنوز هم اکثریت سنا را در دست خود داشته باشند با مشکل مواجه می شن و به خصوص مثل بعضی موارد مثل جنگ احتمالی با ایران به طور نمونه رئیس جمهور حق تنهایی ندارد و به نوعی باید سنا حمایت اکثریت سنا را با خود داشته باشه که بتونه وارد جنگ شود. معمولا احزاب تلاش می کنند که همزمان با اختیار گرفتن کاخ سفید دو مجلس را هم در اختیار داشته باشند تا بتوانند دولت یک دست و آری از سنگ پرانی قانون گذاران راحت تر دوره 4 سالشان را با پایان برسانند. جوزف آر بایدن جونیور of the state of Delaware has received 306 votes. کاری که بایدن در 2020 انجام داد اما بیشتر از 2 سال دوام نیاورد. پویا هاشمی، واشنگتن دی سی. و حالا هم نگاه بیاندازه این به چند خبر کوتاه از جهان. نیروهای روسی کنترل یک شهرک دیگر در منطقه دونسک اوکراین را به دست گرفتند. وزارت دفاع روسیه در یک نشست خبری اعلام کرد که واحدهای رسمی، فرودگاه‌های نظامی و انبار پهپادهای اوکراین را در 24 ساعت گذشته هدف قرار داده است. در این حال، ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین از شدیدترین نبردها در مناطق کوراخوف و پوکروفسک خبر داد. مردم در ژاپن صبح امروز یک شنبه 6 عقرب برای اشتراک در انتخابات پارلمانی به پای صندوق‌های رای رفتند. نظرسنجی ها نشان می‌دهد که حزب لیبرال دموکرات و شریک دیرینش کومیتو از حمایت چندان در این انتخابات بهره‌مند نیستند و احتمالاً اکثریت پارلمانی خود را از دست بدهند. ژاپن اکنون با افزایش هزینه‌های زندگی و روابط پرتنش با کشورهای همسایه‌اش چین دست و گریبان است. امریکا تعداد شهروندان هندی را که بدون مجوز قانونی وارد ایالات متحده شده بودند اخراج کرد. مقام‌های امریکا روز جمعه اعلام کردند که شهروندان هند که بدون مبنای قانونی در ایالات متحده هستند شامل برنامه اخراج سری می‌شوند. طبق گزارش‌ها بین اکتبر 2023 تا سپتامبر 2024 بیش از 90,000 هندی هنگام تلاش برای ورود غیرقانونی به امریکا بازداشت شدند.
کارشناسان و طرفداران صنعت شرابسازی در پرتغال در تلاش احیای رونق بازار شراب قدیمی این کشورند. شراب پرتغال در سالهای اخیر با کاهش تقاضا مواجه شده است. مهران باسیان گزارش دارد. پرتغال سابقه طولانی و غنی در تولید شرابهای تقویت شده دارد که معروفترین آنها شراب پورت است که امروزه مشتری چندانی ندارد. حالا در این جشنواره شراب که در نزدیکی لیسبون برگزار می شود، بهترین شرابهای غنی شده کشور به نمایش گذاشته شده. جشنواره‌ای که به نام مارکو دو پنبال، سیاستمدار قرن 18 که با تعیین حدود جغرافیایی تاکستان‌ها و طبقه بندی آنها بر اساس کیفیت به عنوان پایه‌گذار این صنعت شناخته می شود. در این جشنواره امیدوارند این گونه شراب‌ها را احیا کنند. چالش اصلی اینه که مردم رو متقاعد کنیم که شراب پورت با وجود درصد بالای الکل و قند طبیعی یک محصول عالیه که نه تنها برای کوکتل‌ها بلکه برای همراهی با غذاهای مختلف هم مناسبه. این شراب میتونه در دماهای مناسب سرو بشه تا تعادل بین الکل و شکر حفظ شه و سنگینی اون کنترل بشه. شراب‌های غنی شده مانند پورت، مادیرا و موسکاتل به دلیل میزان بالای الکل و شکر امروزه با تغییرات در سلیقه مصرف کنندگان روبرو هستند. با اینکه در اواخر قرن 20 شاهد رونق 30 در فروش این شراب‌ها بودیم، اما از آغاز هزاره جدید فروش آنها کاهش یافته است. بیسون پیرز، بارمنی که معتقد است آینده شراب‌های غنی شده در تعامل با دنیای کوکتل‌ها نهفته است. او با برگزاری مستر کلاس‌های در این زمینه راه‌های نوآورانه برای استفاده از شراب پورت در کوکتل ارائه کرده است و می‌گوید صنعت شراب باید بیشتر با نسل جدید بارمن‌ها ارتباط برقرار کند. So we can pick up these fortified wines like for example the port, either ruby ما میتونیم از این شراب‌های غنی شده مانند پورت، چه پورت یاقوت، پورت تاونی یا پورت سفید استفاده کنیم و از اونها ورموت درست کنیم. میتونیم اونها رو با سرکه و شکر مخلوط کنیم و چیزی رو که به اون در پشت بارها بوته میگوییم تهیه کنیم. همچنین میتونیم یک کار ساده‌تر انجام بدیم. یک کاهش ایجاد کنیم و از شراب پورت به عنوان نوشیدنی کوکتل استفاده کنیم. تنها چیزی که نیاز دارید کمی خلاقیت بیشتره. این تلاش ها نشان می‌دهد که صنعت شراب غنی شده پرتغال با بهره‌گیری از خلاقیت و نوآوری می‌تواند خود را برای نسل جدید مصرف کنندگان جذاب‌تر کند. همانطور که شراب غنی شده پرتغال به دنبال بازتعریف جایگاه خود در جهان امروز است، یادآور می‌شود که سنت‌ها تنها با حفظ هویت و پذیرش تغییر می‌تواند به بقای خود ادامه دهند. مهران عباسیان. و برای دیدن گزارش‌های تازه، سرویس‌های خبری، برنامه‌های افغانستان اینترنشنال و مستندها و وبسایتمان afintel.com هم سر بزنید و می‌گویند دیدگاه‌ها و نظریاتتان را با ما در میان بگذارید. سپاسگزار هستم که بینندگی خبر ساعت 2 افغانستان اینترنشنال بودید. تا دیدار بعد، وقت بخیر، خداوند نگهدارتان.